سازمان ملل متحد تأیید کرد یک تیم کارشناسی از این نهاد جهانی به استان سینکیانگ چین سفر خواهد کرد در حالی که قرار است در ماه می میشل باشل کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت مسلمانان اویغور به استان سینکیانگ سفر کند یک تیم کارشناسی و ارزیابی به زودی و در آستانه ی سفر باشله به این منطقه سفر خواهد کرد پیش از این و پس از سالها مقاومت دولت کمونیستی چین اجازه داده خانم باشله به عنوان بالاترین مقام حقوق بشری سازمان ملل به استان سینکیانگ سفر کند چین گفته بود این سفر باید بعد از المپیک زمستانی پکن صورت گیرد چین از سوی سازمان ملل و گروه های حقوق بشری به زندانی کردن یک میلیون مسلمان اویغور و دیگر اقلیت های نژادی در این استان متهم است گزارش های متعددی درباره شکنجه، حدک حرمت و کار اجباری در این اردوگاه ها مخابره شده که پکن همه آنها را رد می کند. از سوی دیگر چین به بدرفتاری، تلاش برای نابودی سنت و فرهنگ و کنترل اجباری جمعیت مسلمانان ایغور متهم است اما حزب کمونیست چین همه این اقدامات را با دلیل مقابله با تروریسم، افراطیگری و تجزیه طلبی توجیه می کند. یک روزنامه ی انگلیسی زبان چین تایید کرده که هیئت کارشناسی سازمان ملل در گوانجو قرنطینه شده تا به زودی به سینکیانگ سفر کند. با این حال مقامات چینی تایید کردند که این سفر یک سفر در چارچوب همکاری های دو جانبه و نه سیاسی و تحقیقاتی است.